خودشیفتگی در بین اختلالات روانی یک تافته جدا بافت است. از یه طرف جامعه در مورد خودشیفتگی زیاد حرف میزنه و تقریبا این واژه رو مثل نوعی ناسزا در مورد هر کسی که آزارمون بده به کار می بریم. از طرف دیگه تعریف دقیق انواع ویژگی ها و حتی علت دقیق این اختلال رو نمیدونیم. ترکیب پیچیده ای از ژنتیک و محیط به تیف بزرگی از صفات و اختلالات منجر میشن که عموما بهش میگیم خودشیفتگی اما برخلاف بسیاری از مشکلات روانی که فرد رو منزوی و کم اثر میکنن نور صحنه معمولا روی خودشیفته هاست و به خاطر بعضی ویژگی ها امتیاز میگیرن و تشویق میشن و به این ترتیب دامنه آسیب میتونه تا حد غیر قابل باوری بزرگ بشه این افراد معمولا مشکلاتشون رو و تشخیص روانشناس رو قبول ندارن و درمانشون حقیقتا دشواره. همینطور از بازی های روانشناختی پیچیده برای بدهکار کردن و سوء استفاده از دیگران بهره میبرند. طوری که قربانی همیشه احساس خستگی، افسردگی و عدم اعتماد به نفس میکنه اما نمیدونه علتش چیه و حتی در صورت اعتراض کسی حرفشو باور نمیکنه. رابطه مزمن بین یک خودشیفته و یک آدم ضعیف از پرچالش ترین رابطه هاست و ممکنه تصور بشه قربانی ها حتما نقط ضعفی دارن که جذب این افراد میشن ولی افرادی که در خانواده های مهرورز و باثبات رشد کردن و به نیکی نوع بشر ایمان دارن هم ایمن نیستن همونطور که برای آسیب از دود سیگار لازم نیست حتما آدم سیگاری باشه اینجا نقش محیط به شدت پررنگه این افراد معمولا با ایجاد روایت های موازی و آلترناتیو، جنجال، مظلوم نمایی، ایجاد دو دستگی و استفاده از ظاهر جذاب و کاریزماتیکشون محیطی خلق میکنن که در آن بسیار سخت آدم تشخیص بده حقیقت چیه و کی داره درست میگه. در دانش روانشناسی کمتر اختلالی میتونه به اندازه خودشیفتگی در ازدواج، رابطه والد و فرزند، محیط کار و حتی دنیای سیاست سرنوشت ساز باشه و سالهای طلایی عمر را هدر بده. یاد گرفتن درباره علتها، علائم، انواع و اثرات خودشیفتگی و راه های مقابله به ما کمک میکنه بتونیم زندگیمون رو سمزدایی کنیم و روابطمون رو با اختیار، آزادی و اطلاعات کافی سازمان بدیم و پیش ببریم.